میگن ما نگرانیم عراق بشه رهبر جهان عرب، چون تا الان معمولا رهبران جهان عرب معمولا مصر بود همیشه، بعدم توی دهه های اخیر به خاطر پول و نفت و مکه و مدینه عربستان، اینا میخواستن بگن رهبران جهان عرب این دوتا هم. اما اتفاقی که افتاده چیه؟ مصر متاسفانه تبدیل شده به یک کشور بسیار ضعیف و فقیر. مردم مصر میدونید نزدیک 45% مردم مصر زیر خط فقره. میلیون ها نفر دارن در قبرستان های قاهره و جای دیگه زندگی میکنن، همونجا به دنیا میان، همونجا از دنیا میرن. مصر کشور فوق العاده مهمی است. آل سعود هیچ وقت رهبر جهان عرب نبوده، همیشه در رأس خیانت به جهان عرب و اسلام بود. اینو انگلیسی ها و بعدم آمریکایی ها و اسرائیلی ها که آمدن، اینا همیشه خواستن آل سعود رو بکنن رهبران جهان عرب و ازشون چند تا چیز خواستن. گفتن شما کل نفت و عربستان مال شما و شیخا و بچه شیخاتون رو همه بخورین، تا خرخره بخورید هر چی میخواید، ولی 5-6 تا مأموریت دارید. یکی گفتن که شما به عنوان مرکز اسلام که حرمین شریفین مکه مکرمه و مدینه منوره است، اسلام آمریکایی رو در جهان اسلام باید حاکم کنید. یعنی بگید اسلام اصلی، اسلام اصیل در مکه و مدینه مرکز اسلام، اسلام آمریکایی. دوم این که بگید اسلام اصیل اسلام وهابی است، یعنی وهابیت بشه سخنگوی اسلام در جهان و وهابیت خشنترین و بیشعورترین فرقه در جهان اسلامه. وهابیت اسلام منهای سه چیزه: اسلام منهای عقلانیت، عقل، دو اسلام منهای اخلاق و رحمت، و سوم اسلام منهای منطق گفتگو. راه رهایی امت اسلام از عراق میگذره. زمان جنگ با صدام امام میگفت راه قدس از کربلا میگذرد، عراق باید آزاد بشه تا بشه بعد قدس آزاد بشه. امروز عراق آزاد شده، امروز خطر بزرگ آزادی قدسه.